نمیدونم چه جادویی کردی، چه وردی خوندی که رامین اینطوری اسیرت شده. خب من دوستش دارم. ولی دوست داشتن تنها شرط نیست. اونم منو. خیلی خوب، من نمیخوام مانع ازدواجتون بشم، ولی همه جای رسم و رسوماتی داره، اینجا هم همینطور. همونطوری که میدونی پدر رامین تازه فوت شده، اونم نمیتونه به این زودی با تو ازدواج کنه. تا وقتی هم که نامحرم هستین درست نیست که زیر یه سقف باشین. متوجه منظورم میشی؟ نه. ببینم اینجا یه فک و فامیلی آشنایی چیزی داری؟ چرا؟ دارم. پس تو یه مدت برو پیش اونا تا بتونیم تصمیممون رو بگیریم. من نمیتونم. اونا منو زندانی کرده بودن. شما با من مشکلی دارید؟ نمیخواید من اینجا بمونم؟ تو مسلمونی؟ هندو مذهبی؟ مهم نیست، به هر حال باید مسلمون بشی. برای چی؟ برای اینکه میخوای با رامین ازدواج کنی. نمیدونستی؟ نه. ببین این هم دستور شرع ماست، هم قانون مملکتمونه. یعنی اینکه یه مرد مسلمون حق نداره با یک زن نامسلمون ازدواج کنه. چرا؟ برای چی نداره؟ دستور شرع، حرف خداست. ولی رامین اینو از من نمیخواد. دست رامین نیست که بخواد یا نخواد، فقط خواستم حواستو جمع کنی. اینجور چیزا شوخی بردار نیست. من باید با رامین حرف بزنم. حرف بزنی؟ هر چقدر دلت میخواد برو بشی باش حرف بزن. اگه یه موقع هم دیدی که خوشت نمیاد میتونی وسایلتو جمع کنی برگردی بری خونتون. نه، من مسلمون نمیشم. تو شب یه بالا دیگه. نه بابا حال ندارم، آشفته آشفتم. چرا؟ چه میدونم بابا. سلام. سلام عرض کردم خدمت شما خانم. من باید قهرم منت کشیم نکن. اینا را چرا ریختی وسط؟ حضورش به شما نیومده. تو خونه به این بزرگی یه عکس از بابا توش نیست. انگار نه انگار که با ما نسبتی داشته. خب سفارش بده دونش رو بزرگ کنن قاب کن بزن به این دیواره. خوبه؟ آخه منتظر بودم شما بگی. میخوای بزنی جلسش مامان؟ نه ماما حرف بزنم. امروز رفته بودم پروانه رو ببینم، تموم شد. بدبخت بیچاره، آخرش از اونجا مونده از اینجا رونده میشی. تو نمیخوای قصه منو بخوری، قصه خودتو بخور. تو برو سیتارو ببین بعد میفهمی من چی میگم. چی شده؟ هیچی. مامان نوکشو قیچی کرده. بهش گفته دو راه بیشتر نداری، یا مسلمون میشی یا اینکه مسلمون میشی. اونم جلوش در اومده که هیچ کدوم.
بعدش هم دعوا و مرافع و داد و بیداد. تو کجا بودی؟ به من چه ربطی داره؟ آدم درست تو این خونه میمونه دیوونه میشه. رامین از اوناست که آدمت میکنه. ببین کجاست بهت گفتم. باشه بابا، یه نفرم تو این خونه آدم شه غنیمته. الهی که تو آدم بشی. چایی میخوای بریم؟ سیتا ازت پرسیدم که جایی میخوای بریم؟ تو میخوای که من مسلمون بشم؟ من؟ خب من میخواستم که بعداً مفصل راجع به این موضوع هم حرف بزنیم. فقط یه کلمه. آره یا نه؟ خب ببین این یه مسئله پیچیده‌ایه که من باید آره یا نه رام؟ ببین سیتا، گفتم که این یه مسئله پیچیده ایه که من با یه کلمه حرف نمیتونم جواب تو رو بدم. باید هم حرف بزنم. یه تاکسی برام بگیر. کجا میخوای بری؟ از سرام برو کنار. سیتا تو داری اشتباه میکنی. تو یه عالم دروغگو هستی. دروغگو. سیتا یه دونه صبر کن. ماما قضیه رو بد گفت. مسئله اصلا اینطوری نیست. اگه مسلمون نشم نمیتونی با من ازدواج کنی، درسته؟ داد میزنه تو این ساختمون. سیتا بیا بالا، کارت دارم. سیتا میگم بیا بالا، میخوام با حرف بزنم. سیتا سیتا لجبازی نکن، سوار شو. سیتا بیا بالا، میخوام برات توضیح بدم. این مشکل حل شدنیه. سیتا بیا بالا، میخوام با حرف بزنم. سیتا ازت خواهش میکنم. سیتا کجا میری این وقت شب؟ به خدا قسم من هیچ دروغی به تو نگفتم. وقتی 17 سالم بود عمون گفتم که نمیخوام این دو باشم. ایزار تا کار کردن که حرفامو پس بگیرم. بردنم پیشی بیرامن و استادا با هم حرف زدن، نصیحتم کردن، ولی من تصمیممو گرفتی بودم. خب خانم بخواد برم این سرسختی ها که دوست دارم دیگه. بعد این حرفا چیه که میزنی؟ نمیذاره که برات توضیح بدم. این شرط فقط واسه اینه که تو بتونی از حقوق اجتماعی برخوردار بشی، همین. حالا دستور شرع درست، ولی خب راه حل داره دیگه. من به این چیزا اعتقاد ندارم رام. من فقط زندگی رو میشناسم. تو کدیدم اینو میدونستی؟ حالا که چیزی نشده. بهت گفته بودم منو همینطوری که هستم قبول کن. اگه بخوای تغییرم بدی یا اونطوری باشم که تو میگی، من نمیتونم رام، نمیتونم. خب من که نخواستم تو رو عوضت بکنم. دروغ میگی.
اگه واقعا راست میگی این مدارک من، امین الان بریم و ازدواج کنیم، قبوله؟ دیگه هم کل بده از این درخواست نکنی. باشه. نمیشه سیتا، نمیشه. من قانونی داره میفهمی؟ نمیشه. چی کار کنم؟ نمیشه دیگه. سلام دخترم. بشین بابا، بشین. دیدم حوصله‌ام سر رفته، گفتم بیام با همدیگه یه چایی بخوریم. دستتون درد نکنه. سر شما درد نکنه. به به، از 4 ساعت پیش که من رفتم تا حالا یه ذره‌ام پیشرفت نکردی بابا. داری چیکار میکنی؟ یه کار دیگه دستم. اتفاقا منم یه چیزی برات آوردم. دستتو بیار جلو. بیار جلو. چشمتو ببن. حالا چشماتو باز کن. چی میبینی؟ چی میبینی؟ پروانه، درونتو چی میگذره؟ درون تو چی میگذره بابا؟ پروانه، مثل خواب گردا شدی بابا. انقدر آرومی که انگار نه انگار. این میدونی با چی کار میکنه؟ میدونی چه بلایی به سرت میاره؟ تو باید درونت هرچی هست بریزی بیرون. ناراحتی؟ گریه کن. شادی؟ بخند. عصبانی هستی؟ داد بزن. اصلا سر من فریاد بزن. باور کن اینطوری راحت تر زندگی میکنی. میخوای فراموشش کنی؟ بابا، میشه در مورد چیز دیگه ای صحبت کنید؟ خواهش میکنم. از چی مثلا بابا؟ نمیدونم. مثلا از کاراتون، از کلاساتون، از دانشگاه. نمیدونم. خیلی خوب. باش. اتفاقا
امروز یکی از شاگردای قدیمم یه نمایشنامه آورد که من بخونم. بابا تو فیلم سینمایی سیگار کشیدن نکشیدن آلن رنه یادته؟ همون که سه تا بازیگر داشت، خیلی هم خسته کننده بود. آره همون، تو همون ژانره، یعنی موضوعش مشابه همونه. سه تا آدمن تو یه موقعیت، ولی 12 تا انتخاب متفاوت که هر کدوم از انتخابا مسیر زندگیشونو کاملا تغییر میده. اگه دوست داری بگیر یه نگاهی بهش بکن. من از نمایشنامه چیز زیادی نمیدونم بابا، ولی من مطمئنم از این یکی خوشت میاد. بگی بخون. این داستان زندگی یه زن و شوهره که خیلی همدیگر دوست دارن، عاشق همدیگه هستن، تا مرد خیانت میکنه. تو پرده اول زن مرد رو میکشه، بعد خودش هم از بین میبره. تو پرده دوم زن دوم وقتی این ماجرا رو میفهمه خودشو کنار میکشه و زن اول هم اونو تردش میکنه. توی موقعیت دیگه زن خودشو میکشه و مرد هم زن دومو ترد میکنه. بابا جانم، بابا نمیخوای راجع به چیز دیگه ای صحبت کنی؟ باش، ولی زنا اینقدرم بدبخت نیستن. بابا اتفاقا منظور نویسنده این اثر انتخابای متفاوته. مثلا توی موقعیت دیگه این دوتا زن بعد از کشمکش‌های فراوون و کلنجار بسیار بالاخره به این نتیجه میرسن که همدیگر رو تو زندگی قبول کنن. یا در پرده آخر وقتی ماهیت زن دوم برای مرد روشن میشه اونو طرد میکنه، بعد برمیگرده به سراغ زن اول میره، ولی زن اول دیگه اونو نمیشناسه. میفهمی بابا؟ مردشو نمیشناسه، چون توی مدت عشق واقعی رو توی یه چیز با ارزشتری پیدا کرده، خیلی با ارزش. این چطوره؟ خوبه؟ هیچ کس تو اون موقعیت نمیتونه درست تصمیم بگیره بابا. اگر کسی باشه که کمکش کنه چی؟ اینجوری بیشتر و بیشتر بهش فکر میکنی. پروانه اگه به فکر خودت نیستی به فکر من باش. منم تو این جریان خودم رو مقصر میدونم بابا. آره من رامین رو خوب نشناختم. به منم حق بده، درد من کمتر از درد تو نیست بابا، اینو بفهم. Thank you.
نفهم واسه چی گذاشتی بره ها؟ آخه ربانی تو مگه مامانو نمیشناختی؟ واسه چی اینو برداشتی آوردی تو خونه؟ الو خبیری گوشی رو بردار. الو کجایی؟ دوبار پیغام گذاشتم که بهم زنگ بزنی. خب حق نداری چک بخری حتی اگه 15% باشه، به هیچ کس هم نباید پول بدی. هر کسی هم دلش میخواد بره شکایت کنه، مختاری هم مثل بقیه. اگه طرف حسابش منصور بوده که به رحمت خدا رفته، تازه مدرکی هم دستش نداره. خیلی خوب، از فردا کارتو شروع کن. باشه بهش میگم. کاری نداری؟ خداحافظ. بابا تازه دارم درست میکنم، نگاه کنم. فعلا وقت تفریح نیست. امروز چی کار کردی؟ هیچی، شما که همه خبرها رو داری خودت که. مختاری با تماس گرفت؟ مختاری شماره منو داره، ولی میاد سراغم، میدونم. بذار بیاد. یه فکری کردم اگه بگیره همه چی حله. چه فکری؟ این دختری سیتا اگه حرفاش راست باشه من با پولش همه رو نجات میدم. به من میگی ساده اون وقت ها؟ ارثش دست عموهاشه، اگه با رامین عروسی کنه من ارثشو میگیرم. آره اصلا نیازی نیست تو پس بگیری، دو دستی میذارن تو سینی میان تقدیمت میکنن. دختری که به خاطر دلش پارو همه چی گذاشت پولم براش چیزی نیست. مادر من جوری میگی که رامینم این وسط یعنی کشک دیگه ها؟ اونم وقتی که ببینه من میخوام خواهر مادرشو بذارم تو کوچه راضی میشه. نه عزیز من، نه مادر من، رامین دیگه اون رامینی نیست که شما فکر میکنی. منم واسه خودم نیست که با آب آتیش میزنم، ولی من دیگه کم کم دارم میترسم. سیمی یه فکر بهتر بکن، همشو توهم و خیالاتی. باشه بازم فکر میکنم. Hello, good evening. Would I talk to Mrs. Ratha? کدام هستم؟ بفرمایید. سلام خانم راتها، من رامین هستم، نامزد سیتا. البته تا حالا افتخار آشنایی با شما رو نداشتم، ولی خب تعریف شما رو از سیتا زیاد شنیدم. خواهش میکنم. سیتا حالش چطوره؟ خیلی ممنون. راستش میخواستم ببینم اونجا نیومدن؟ اینجا؟ نه. یعنی دو روز پیش اینجا بود ولی رفت. میدونم، اتفاقا به خاطر کاری که کردین میخواستم تشکر کنم. مشکلی که برای شما به وجود نیومد؟ نه، فقط یه روز تو اتاق زندانی شدم. واقعا متاسفم. خواهش میکنم. الان مشکلی شما چی است؟ شاید آقای رامپال جای دیگه برده باشنشون. نه، فکر نمی کنم. خیلی عذر میخوام خانم ایراتا، به غیر از شما فامیل دیگه اینجا ندارن؟ نه، اگه بود که بهتون میگفتم. پس کجا ممکنه رفته باشه؟ اصلا چی شد که رفت؟ هیچی، یه سوء تفاهم ساده بود. ببخشید خانم راتا، براتون مقدور هستش من شماره موبایلمو بدم خدمت شما اگه خبری ازشون شد با من تماسی بگیرین؟ خواهش میکنم، اجازه بدین. فایده نداره آقا جون، یک کلمه بهش گفتی فاموش کن، فاموش کرده دیگه.
یه بار دیگه بگیر. مامان دارن نگرانی میمیره. حقشه. هرچی میکشه از بیکفایتی خودشه. شروع نکنید سیمین جون. کتی یه چیز بهت میگم بعدت نیادا. این بامبولایی که شما سر دختره در آوردین یارو کلاش هم بیفته دیگه نمیاد برداره بابا جون من. شماره تلفن عموشو داری؟ نه بابا. ترسم از اینه که رامین هم با خودش ببره. ببره؟ مگه نخوده که ببره؟ ماشین من چی؟ ببره. هر کسی دیگه هم جای اون بود میرفت. فقط این منم که روم سفته 20 چند ساله دارم مادرتو تحمل میکنم. پس ما چی؟ که 20 چند ساله داریم جفتتون رو تحمل میکنیم. بیچاره بابام که از دست شماها دق کرد. باشه. دیواری از دیوار من کوتاه‌تر پیدا نکردین دیگه. هر چی دلتون میخواد بارم کنید. تقصیر خودته مادر من. از اول به اینا رو دادی بابا جون من. اینه. آخه یکی نیست بگه به تو چه مربوطه که دختر مسلمونه یا نه. تو برای چی واسه مردم تعیین تکلیف میکنی؟ دنیا رو آب برده تو هنوز تو چرتی؟ بس کن دیگه سمین جون. این مشکل ماه، خودمونم حلش میکنی. چیه کتی جون؟ دو کلمه حرف حساب زدن خیلی سخته نه؟ سی بابا سرم رفت. خیلی خوب کتی جون فهمیدی مشکل تو خودت حل کن. ولی الو سلام سلام بابا وقتش رسیده یه چیزایی هم شما بدونین کتی جون. رامین که اومد با هم بیاییم بالا با هاتون کار دارم. فلان که گرفتاری میبینین که باشه. فقط اینو بدون که تا یک ماه دیگه آه ندارین که با لانه سودا کنین. چرا؟ مگه قرار قحطی بیاد؟ بریم بالا با من گوش بده. به تو سملت کن! بذار راحتی بذار. عجب ضرب دستی. یاد سیلیای بابام افتادم. بالاخره این خونه یه بزرگتر پیدا کرد که همه رو سر جاش بشونه. فرزاد بارو گرسو میزنم میکشم اتا بابا تا که زدی حالا نوبت منه. حالا جلو مامانت نمیخوام زایت کنم. بلند شو بابا قربونه تو بابا. بلند شو بریم بالا یه چهار تا ظرف هم بالا بشکن. بلند شو داد بزن ظرف و ظروف هم زیاد داریم تو بشکن. بلند شو قربونه تو بابا. بلند شو بلند شو بریم بالا. پاشو پاشو بریم بالا. بفرمایید. قهوه اعصابو آروم میکنه. اینقدر قصه نخور رامین جون. تو که اونو میشناسی، عادتشه. از بس که تو خونه نشسته آداب و اخلاقش عوض شده. پیش فک و فامیلای شوهر کتیم این منم که تا حالا آبروداری کردم. وگرنه دو روز همشون تا مونده بود. این آقا سیماش قاطیه مواظب باش فنجونا رو نابود نکنه. تو رو خدا ناحق میگم. آخه یه ذرم عقل خوب چیزیه، یه ذرم سیاست خوب چیزیه. آخه کی دیده یه نفر رو اینجوری مسلمون کنن؟
آقا جان راه بهتری بلدی پیشنهاد بده. اصلا نباید بفهمه مسلمون شده. یه جای سر عقد یا تو محضر همونجا بهش میگیم بگه اشهد ان لا اله الا الله، معنیش هم بهش نمیگیم. آقا من نمیتونم دروغ بگم. ارمار آقا جان بیفایده است. شما یا باید بزنی تو گوشش، یا باید بهش زور بگی، یا باید بیخیالش بشی بری به کارش دیگه برادر من. اصلا دینش چی هست؟ هیچی بابا، اون از این چیزا بریده. حرف حسابش چیه؟ چه میدونم، میگه دین و مذهب و اینجور حرفا همش خرافات. کمونیسته؟ نه بابا اصلا ولش کنید دیگه. من یکی هم حریف یه همچی آدمی نمیشم واقعیتش. حالا ما به ایناش چی کار داریم؟ عیسی به دین خود، موسی هم به دین خود. ما فقط خودشو میخوایم. تو هم که خودشو دوست داری، فقط باید از این را باش وارد شی. رامی جان اگه پیداش کنم. آب که نشده بده تو زمین، خونه عموش دیگه. نه اونجا نیست، نمیدونم، شاید هم به دروغ گفتم. فک و فامیل دیگه هم تو ایران داره؟ فکر نکنم. خب یه زنگ به مادرش بزن ازش بپرس. نه اون سیتا رو به من سپرده، اینجوری بیشتر نگران میشه. هتل رو سر زدی؟ سپردم اگه اومد بهم خبر بدن. فقط خدا نکنه خونه عموش رفته باشه که دیگه دستم بهش نمیرسه. اگه مشکل تامینه قول میدم یه روزه برات پیداش کنم. دیگه چی؟ اون هنوز قضیه پروانه رو هم نمیدونه. خب بعد از اینم نمیفهمه. هیچ کس حق نداره چیزی بهش بگه. من که میگم. چش سفیدی نکن کتی، وگرنه یه دونه مو تو سرت نمیذارم. شوخی هم باید نمیکنم ها. ببینم شما چرا کاسه داختر از آش شدین؟ بس کنین بابا، تمومش کنین دیگه. باز اومد بالا شروع کنه کتی. به هیچ قیمت از دستش نده رامین. پروانه اگرم خوب باشه باز از فامیل مادرته. میخوای یه عمر مثل پدرت بدبخت بشی؟ حالا نه، اینه که تو یه عمر باهاش خوشبخت بودی. حیف که اینا نشستن، وگرنه مردت رو زیر رو میکردم. اشکالی نداره آقا جان من، منتها جلوی جمع حرفتو مزه مزه بکن بعد بگو. بلشو برو اون اختاریه رو بیار، میخوام تا کت اینجا یه چیزی رو نشونش بدم. آره راست میگه، آره اختاریه راست. اختاریه چیه؟ الان میارم. اختاریه دایی جلالتونه. دایی جلالتون برای پدرتون وام گرفته بود از بانک، الانم وکیل وسیشه و باید همه کاراش انجام بده. کی زامل شده؟ اصلا به اون چه ارتباطی داره؟ چند ماهی پیش که میخواستن پدرتون رو بندازن زندان، اون دست به دامن جلال شده بود. داییتم زامنش شد و براش از بانک وام گرفت. الانم هیچ کس به جز داییت نمیتونه جواب طلبکارا رو بده. بی خود پای دایی جلال رو وسط نکشین. همین که زامن بابا شده کلی لطف کرده. خب این پول این وامه چی شد؟ همه رو دادیم طلبکارا دیگه، ولی افاقه نکرد. گفتم خبرهای بعد و بعدن بهت میگم. این یکیش بود. تو شریک کارای بابا بودی، خودت هم باید جوابگو باشی. شریک کدومه؟ ما اونجا داشتیم پادویی میکردیم. شریک کارای بابا بودی، چه خبر؟ تازه کی حرف فرزاد قبول میکنه؟ باز دایی جلال یه اعتبار وچه‌ای داره و میتونه با طلبکارا کنار بیاد. خب این ماجرا اصلا به من ربطی نداره، من خودم به اندازه کافی گرفتاری دارم. به ما هیچ ربطی نداره. باشه، ولی اگه فردا دایی جلالتون رو بردن زندان نگین چرا نگفتی ها. کتی جون فردا به دایی جلال بگو بیاد شرکت، من همه چی رو براش توضیح میدم. باشی بوبو. ای بابا عجب چی افتادیم. باز قاطی کرد. بابا اصلا این شور و هیجان عشق دیوانه کرده. اینم رفت. خوب شد که بهشون اینو گفتم. بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ ببخشید آقای رامپال کار داشتم. خوش آمدید، بفرمایید بشینید، من صداش میکنم. خیلی ممنون، لطف میکنید. چیزی میل داریم براتون بیارم؟ نه خیر متشکر. شما کی چیز ها؟ وہ لڑکا بھی ابھی یہاں ہے.
خوش کو بہار کی تب تک میں آؤں جی حکم الو پلیس صددا من از رستوران رامپال تماس میگیرم اینجا مشکلی میشه آقای رامین نادری؟ بله لطفاً همراهی ما بیاد شما بازداشت هستی آخه چی شده جناب سروان جرمم چیه؟ بفرمایید تو کلانتری براتون توضیح میدم سرکار راهنمایی چی کنید؟ آخه رامین نادری چقدر این فامیلی به نظرم آشناست بد نمیاد این کاره باشی چی کاره جناب سرهنگ آقای رامپال میخوام بدونن خانم سیتا رامپال الان کجاست اتفاقا منم برای دونستن همین موضوع مزاحمشون شده بودم طبق این گزارش پلیس بین‌الملل اینترپل شما در تاریخ 27 دسامبر خانم سیتا رامپالو از منزلشون در دهلی نو دزدیدی و به خود به ایران آوردی دروغ جناب سرهنگ من هیچ کسی رو ندزدیدم اگر فریب دادن یک دکتر جوون و آوردنش بدون اطلاع خانوادش آدم دزدی نیست پس چیه جناب سرهنگ در اینکه خانم رامپال همراه شما اومدن که شکی نیست خب بله ولی ایشون با میل خودشون اومده بودن یعنی قرار بود که ما همونجا ازدواج کنیم ولی چون برادر ایشون نذاشتن مجبور شدیم که بیایم اینجا ضمناً مادر ایشون در جریان هستن و با ازدواج ما موافق هستن اگر اینطوره به او کجاست تا خودش بیاد شهادت بده نمیدونم ولی ایشون دو روز خونه این آقا زندانی بودن این تهمته جناب سر سیتا تنها دو روز مهمان من بود و قرار بود که این آقا با خانوادهشون بیان به خواستگاری سیتا ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به جای اون ایشون سیتا رو دزدیدن و به منزل خودشون بردن اپنه اپکو باتی سرما سمجده هاتم نه شما چیزی گفتین آقای رامپال خیر جناب سرهنگ ولی جناب سرهنگ اگه خودم متوجه نشده بودم ایشون نمیخواستن بگن که سیتا مهمونشون هستن خیلی خوب شلوغش نکنید فعلا مهم اینی که خانم رامپال کجاست راستش نمیدونم یعنی تا دیروز که خونه ما بود ولی رفت کجا؟ واضح جناب سرهنگ ایشون اونو در منزل خودش پنهان کرده اتفاقا باید خونه ایشونو بگردین جناب سرهنگ ساکت تو نمیخواد به من بگی من چیکار کنم فقط به سوالات جواب بده یعنی تو یه دختری رو بدون اجازه خانواده‌اش از هند آوردی اینجا ولش کردی کوچه خیابون حداقل بگو چرا رفت اگر اون
با میل خودش آمده بود جناب سرنگ که بر نمیگشت. اون از دست ایشون فرار کرده. میدونی مجازات آدم ربایی چیه؟